درود بر شما مهربان یاران گرامی، حالتون چطوره؟ ببینید امروز یک مطلب بسیار مهمی رو با انار میخوام به شما بگم. انار پوست کندن شما بلدین؟ فکر کنم خیلیاتون بلد نباشین، تعارف ندارین. تو میخوانی انار رو بخورین چیکار میکنین؟ یه چاقور میزنین مثل سیب از یار از یار پوستش میکنین، بعد یهو همه اینا ترشحات میشه توی لباساتون، اینا همه رو به هم میزنه، مگه نه؟ ببینید چند سال پیش من 17-18 سالم بود، یک جایی مهمان بودیم در مشهد، یک سری از این آخوندهای کنونی مثل علی خامنه‌ای نیز اونجا حضور داشتن. صابخونه میوه چیده بود، انار و پرتقال و سیب و یه حرفا. وقتی که جلو همه میگرفت، علی خامنه‌ای اومد از روزی سیب بردار، همه اینا ریخ پایین. یارو گفت حاج آقا انار بردارین. انار رو گذاشته بود رو که انار بردارن، چون انار همیشه گرونتر بهتر ایناست. گوش کنید به این حرف، سخن تاریخی است و خیلی مهمه. علی خامنه‌ای گفت نه نه نه، من اصلا انار نمیخورم. بعد یارو گفت حاج آقا انار خیلی مفیده، خوبه، چه هست و اینا. گفت نه نه من اصلا انار نمیخورم. و من صدا زدم گفتم که روبروش نشسته بودم، دور تا دور نشسته بودم، گفتم که آقا خامنه‌ای چرا انار نمیخورین؟ گفت راستشو بخوای یک بار ما انار خوردیم، طلبه بودیم و اومدیم این هم چاغور زدیم بهش، مثل این بود که یک بطر شراب بترکه تو دست ما، همه جای ما رو خونین و قرمز کرد و کثیف کرد، از لباس و عمامه و عبا و قبا و خونه مردم و دستای ما. از اون موقع من توبه کار شدم که دیگه انار بخورم. خب روش کردین اینا بلد نبود انار بخوره. بهش گفتم آقای خامنه‌ای انار خوردن رسم و رسومات و شیوه ای داره. یه انار برداشتم، شما هم خیلیاتون مثل علی خامنه‌ای بودید میدونم، من انار نمیخورم چون میگی کثیف میکنه. نگاه کن این بالا گلش کندم، براش گل که کندم، بعد این چهار تا خط زدم، یه خط اینجا، دو خط میاد، بعد سه خط، بعد چهار خط، یعنی روی انار فقط خط میکشیم، پاره نمی کنیم. بعد این وسطشو، این گلشو شما برمیدارین، این گلشو چاقو میزنین. خب بعد نیا کنین، انار شکفته میشه براتون، شکفته میشه، اصلا دیگه احتیاج ندارید که شما بخواین بیا کجا جای خراب شد بیا پایین بگم که بریزی روی این ظرفه، نگاه کجا انار خراب شد، کجا دست منو خونین و سرخیم کرد. اصلا شما ببینید که دست من حتی کثیف نشد، چه برسه به لباس ها. ولی اون میگفت تمام زندگی، و من بارها شاهد بودم که یک انار خوردن رو خیلی بلد نیستن، اونم بلد نبود. آقای خامنه‌ای بیش از 40 سال پیش، 43-45 سال پیش بهت انار خوردن و سیاوش اوستا یاد داد. با این که من 16-17 سالم بود، حالا یادم نیست کی بود، ایشون دو برابر من سن داشت، چون 17 سال از من بزرگتره، یعنی مثلا ایشون 35 سالش بود، ما 17 سال 18 سال. خیلی چیزه دیگه هم علی خامنه‌ای من یاد دادم از جمله. حالا برحال، حالا شما که انار خوردن و بلد نیستی اون موقع میگفتی، الان سالهاست بر یه سرزمین نشستی داره رهبری میکنی، سرزمین اهورایی، سرزمینی که به خود رضا شاه دیده، آریامهر، محمد رضا شاه دیده، نادر شاه دیده، کریم خان زند دیده، یعقوب لیث دیده، بابک خرمدین دیده، کوروش دیده، کوروش، آرتمیست، سرداران زن، گرد آفرید ها دیده. تو اونجا نشستی ترتیب این ملت توش از روز اولم تو همه کاره بودی، مثل بقیه باقی روحانی، همین روحانی و اینا، این روحانی خامنه‌ای، این رفسنجانی کاره نیست، اینا همه کاره مملکت بودن، هر کدومشون یه جا بودن. شما که یه انار خوردن بلد نیستید، 40 سال مملکت ما رو داغون کردید،
به فنا بردید، روز به روزم بدتر. بعد خودت میای، روحانی میاد، همه تون میای فرار میکنیم، میگین ما که نمیدونستیم این بنزینی جور بشه، ما که نمیدونستیم، پس تخصص نداریم ما. شما یه تخصص نداره شعور اقتصادی که بنزین رو سه برابر کنید شعورش میشه. چطور پس و ادعا دارید و مدعی هستید که جوج؟ حالا من یک بار دیگه میخوام ازتون خواهش کنم که حرفای نیکسون در باره نیکسون رو هم از اشاره رو گوش کنید و بعد میخوام بیام تو بهتون یه چیز بگم. اینو خوب گوش کنید. نیکسون: انگلیسی ها تلاش های شاه برای تبدیل ایران به قدرت برتر خاورمیانه رو تهدیدی برای منافعشون در کشورهای خلیج فارس میدونستند و بر حضور قدرتمند عربستان سعودی به منظور ایجاد توازن قدرت در برابر ایران اصرار داشتند. بدبینی بریتانیا به شاه ایران رو میشه در گزارشی که سفیر این کشور در عربستان در سال 1968 و همزمان با دیدار شاه و ملک فیصل تهیه کرده به خوبی دید. این گزارش پادشاه عربستان رو یک محافظه‌کار واقعی و رهبری محتاط معرفی می‌کنه، اما در مقابل شاه رو به تمسخر فرزند یک نظامی بی‌سواد می‌دونه که برای کشورش اهدافی بلند پروازانه داره. این ارزیابی انگلیسی‌ها از شخصیت شاه، دولت آمریکا رو تا پیش از نیکسون با سیاست توازن قدرت بریتانیا در منطقه همراه کرده بود. اما ریچارد نیکسون که برخلاف انگلیسی‌ها اعتقاد داشت عربستان سعودی قادر به ایفای نقش رهبری در منطقه نیست، با برداشتن همه محدودیت‌ها برای فروش سلاح به ایران، این امکان رو به شاه داد تا نقش رهبری منطقه خلیج فارس رو به دست بیاره. در سایه دکترین نیکسون، ایران از یکی از کشورهای تحت حمایت آمریکا به یکی از متحدین این کشور تبدیل شد. جمعیت ایران، لیاقت ایرانی، موقعیت جغرافیایی ایرانی، آمادگی ارتش شاهنشاهی، آمادگی ملت ایران برای این وضع جدیدی که در تاریخ 3000 سالش پیدا شده، مسلماً برای ایران یک رول بین‌المللی هم هست. این رو تا حالا ما بارها در برنامه دیگه‌مون هم پخش کردیم و توی این مستند آریا مهرم اومده، میتونید گوش کنید تا پی ببرید که ایران در زمان محمد رضا شاه داشت به اقتدار میرسید، چون یه رئیس جمهوری که خود محمد رضا شاه ساخته بودش. نیکسون از اون موقعی که میاد به ایران که اون سه تا دانشجو کشته میشن فلان اینا، نیکسون کسی است که محمد رضا شاه تقویت مالیش میکنه تا رئیس جمهور میشه. قصه ای داره، حالا من نمیخوام اینجا باز کنم. وقتی رئیس جمهور میشه به خواست محمد رضا شاه باها میده، ارزش میده که به عنوان قدرت تو منطقه مستقل از اینا باشه، چون در این شکی نیست که ما سرزمین ما استعمار زده است، از همون دیروز تا الان تحت استعمار بوده، هر کی اومده مستعمره ایران مستعمره بوده و هست، خبر ندارین. من اینو به آقای متین دفتری گفتم، نواده فامیل چیز دکتر محمد مصدق. آقا خود دکتر مصدق تو کتاب خاطراتش که چاپ شده برید بخونید، میگه من به محمد رضا شاه گفتم اگر میخوای من نخست وزیر بشم شما توافق انگلیس رو بگیرید. محمد رضا شاه میگه اصلا شون گفت مرد حسابی ما شوی مملکت اینا، تو چرا میگه از اونا؟ قربان اگه اونا مخالف باشن یه فدایان اسلام پسلام کسی پیدا میشه میزنن ما رو میکشن، مثل علا، مثل سپهبد رزمبارا، مثل وه وه وه. آخه انگلیس همیشه اینا رو ساخته، میگه میزنن منو میکشن. و میدونید که تمام این ترورایی که اسلامیون از فدایان اسلام گرفته به بعد همه اینا تو ایران رخ داده، مسلمان ها این کاری کردن خواسته های انگلیس بوده. چرا؟ چون انگلیس اصلی ترین استعمار که برای ایران میدونه، بعدش روسه. من در برنامه قبلی قتل عام ایرانیا 10 میلیون نفر، بیش از نیمی از جمعیت رو توسط انگلیس ها بدون گفتم، درست 100 سال پیش بود.
همتون یادتون رفته این 100 سال پیش رو باعث هر روز کمپین را بندازین که از یادتون نره انتقام برید بگیرید، باز برید انگلیس پولاتون رو خرج کنید. 100 سال پیش 10 میلیون بیش از نیمی از جمعیت ایران اینا کشتن تو قحطی جنگ جهانی اول. بعد از اون رضا شاهی که میاد مملکت آب میگه آقا کنسول روسیه در شهر مشهد من تظاهرات رو به توپ میبنده، با توپ آدم میکشن. همون پیش از این که رضا شاه قدرت بگیره، به خاطری که مردم اومدن تظاهرات میکنن علیه روسیه، کمتر از 100 سال پیش. تا اون موقع اینها استعمارگران خودشون حضور داشتن، با توپ و تانک و سرباز و کنسولشون و پاشا فلان و جنرال فلان اینا توی هند و ایران و عراق و جای دیگه قتل عام میکردن. حتی توی عراق در همون مقاطعی که هیتلر گل میکنه اینها میان حکومت رو عوض میکنن، یک حکومت هوادار هیتلر رو روی کار میارن توی عراق که یهودی کشی میکنه. انگلیسا، این انگلیسا الان شما ضدیت با یهودی و دشمنی با اسرائیل اینا ببینین، چوب لای چرخ اینا عربستان سعودی میکنه، اینا فوششو به اسرائیل میدن، چون انگلیسه که فرمان میده، انگلیس میخواد اینطور باشه. ما مستعمره روس و انگلیسیم همچنان، و اینا نمیخوان که یک چراغ آمریکا تو ایران روشن بشه. چون اگه چراغ آمریکا تو ایران روشن بشه، مثل شاه که نمیتونن اینا با همه مراوده داشته باشن و مستقل زندگی کنن، نمیتونن. میدونن که اگر امریکا تو ایران وارد بشه، تمام منافع روس و انگلیس در ایران از بین میره، همه از بین میره، یا اگه نره نصفه میشه، باید تقسیم کنه. الان که روس کاملا هست، البته الان انگلیس هست، انگلیس توش هست، فقط امریکا مشکل داره، اینا امریکا رو میخوان بیارن. روس و انگلیس همیشه با هم در ضدیت، چون با دیگر کشورها مثل اسرائیل و امریکا متحدن، انگلساکسون. حالا ایران مستعمره است بچه‌ها، یعنی مشخصا من به شما بگم رئیس قوه مجریه ما حسن روحانی، این دیگه من نمیگم ها، سیاوش اوستا نیست که بگه، همه این لاتپوتای جمهوری اسلامی خودشون دارن میگن، همشون از اون سعید قاسمی گرفته، حسن عباسی گرفته، قدوسی گرفته، زاکانی گرفته، او تو مجلس آدمای زیاد دیگه فراوان میگن آقا حسن روحانی هر کار میکنه ضد ایران به نفع آمریکاست. خودشون دارن میگن، من نمیگم دیگه. حتی همین بنزین رو هم میگن که با عمدن این کاری کرد که ایران رو بشورونه باز آدم بکشن، چون وقتی قتل عام بشه استعمار بیشتر میتونه بمونه، مردم رو وحشت زده و میترسونن، باز برای 10 سال میبرن تو خونه ها، ولی این دفعه آخرشونه، این دفعه اون دو تا 10 سال قبلی نیست، این دفعه نه با کروبی و موسوی سرشون کلاه میره، پویاها هستن، بختیاریها هستن، لورا هستن، آذربایجانیها، ترپاتها هستن، بلوچها هستن، خراسانیها هستن، مازندرانیها هستن، شیرازیها هستن، اصفهانیهای عزیزم هستن، ماهشهر هست که چقدر داد، خوزستان، کردستان، اینها رهبری اونان، و اون گذشت افسانه ای که بخوان ما رو با کروبی و موسوی سرگرم کنن. حالا این مردم هم که این کار میکنن، ولی وگرنه همه اینها نوکر استعمارن، اینها فقط هر کاری که دارن میکنن به نفع منافع استعمار دارن میکنن، هر کاری که میکنن. حالا استعمار، سید علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی ایران، نوکر روس، فقط برای روسه که میگه آمریکا نیاد اینجا، فقط برای روسی که نمیره با آمریکا مذاکره کنه. آقا برو مذاکره کن مثل اسرائیل خودش، مثل خود روسیه، مثل خود ترکیه. ترکیه با اسرائیل هم داره کار میکنه و کرد، ولی مملکت خودشو برد بالا، اقتصاد خودشو برد بالا. شما اقتصاد ما رو نابود کردین، ملت ما رو نابود کردین از ترسی که روسیه گفته آقا آمریکا اینجا نیاد. ولی رجب طیب اردوان، این باند جدیدی که اینا قدرت گرفتن در ترکیه، ترکیه رو توی 40 سال از گدایی به آقایی رسوندن. شما ما رو از آقایی به گدایی رسوندین. من 40 سال میرم ترکیه و میام مردم اونجا رو میشناسم، با سرزمین آشنا هستم، از فقر و بدبختی و تویی دستی اینا رو به آقایی رسوندن. چرا؟ حتی اوجلان رو برای اینا دستگیر کرد، کتبسته داد. برای خود شما مگر اینها خانم رجوی رو دستگیر نکردن انداختن زندان؟ برای خود شما وقتی که با اینا رابطه داشتید، مگر مسعود رجوی یک ادیر به شمال آفریقا تبعید نکردن، از اینجا اخراج کردن؟ همین دفعه آخر مگر اینا رو به آلبانی تبعید نکردن وقتی که با اینا کار میکنید؟
ولی شما بر علیه ملت ایران به نفع روسیه و به نفع انگلیس با آمریکا سخن نمیگویید. بس اون کسی سیاست مداری که بتونه با به اصطلاح اونی که دشمن خودش، خوب گوش کنید بچه‌ها، دشمن خودش میدونه بشینه مذاکره کنه، تو مذاکرات به نفع ملت خودش، سرزمین خودش، مردم خودش، جیب ملت خودش بول بگیره، کمک بگیره، کار بکنه. دقیقا کاری که ترکیه کرده تو این 40 سال، کاری که ترکیه کرد، با اینها نشست مذاکره صحبت، پایگاه نظامی بهشون داد، تو ناتو هست. بعد ببین چه قلدریه میکنه در برای براشون وای میسته. شما اصلا در دورخیز میکنید، بعد بقیه‌تون رو نوکرید. یعنی آقای باند روحانی، حالا این لفظی نکنه روحانی برای یکی دیگه بیاد، باند روحانیت، باند چپ و راست اینها تا نظام ولایت فقیه هست بدبختی هست. فکر نکنید این رهبر برای یک آدم الدنگ دیگه بیاد بهتر میشه. شما باید خواهان نابودی نظام ولایت فقیه باشید. نظام ولایت فقیه رو نبایستی بخواید. متوجه شدین؟ وگرنه روحانی بره، خاتمی بره، اون میاد، این میاد، همه این بره و یک خامنه‌ای بره، یکی دیگه. باید نظام رو نخواهید که دولت، حکومت مستقل آزاد اونجا بشینه که بعد بتونه سر اینا هم خوب کلا بزنه سر استعمار جهانی رو، مثل کاری که رضا شاه کرد و محمد رضا شاه کرد. در ایران بچه‌ها این رو بدونید، باند اصلاح طلب‌ها از دم همشون نوکر آمریکا و اروپا، از دم هر کار اونا بگن اینا میکنن. شما هم براشون صفری. دلار میگه باید ببری بالا، میبره بالا. میگن تو نظر جهانی بنزین رو شما ارزون میفروشین، میان کامیون کامیون میدوزن میبرن عراق و ترکیه و اینا، اونجا بازار سیاه وا میکنن، شما باید ببرین بالا قیمت اینا، میبرن بالا. میگه بزنیدن بکشین، یادشون هم میدن که چجوری شما رو بزنن بکشن، اصلا یادشون میدن. همون سیستمی که انقلاب علیه شاه رو آفریدن اینا به کار بردن که باز شما رو سرکوب کنن. همیشه همیشه لباس شخصی رو بیزن ما رو بکشن. باند اصلاح طلب ها و روحانیت مال امریکان، امریکان منافع خودش میخواد. تا حالا صد بارم نشون دادن که تا مردم ما برخواستن، شورش کردن، انقلاب کردن، اینا عقب کشیدن، اصلا صحبت چه نکردن. اینترنت مجانی به ما ندادن، هیچ ندادن، ازشون کاری میکنیم، خیر بیخی خیر اینا رو نگرفتن، مردم اومده بیخی خیر اینا رو گرفته، اینا ولیمون میکنن. بس خیلی قتل عام تمام شد میاد. لاریجانی ها که ما پارلمان دستشون هست و غیره و اینا، بعد خود وکلا گفتن، من نمیگم، خود وکلا گفتن آقا این رئیس مجلس لاریجانی میره میشینه به نام ما نظر میده، تصمیم میگیره، فلان میگه، که اصلا بیخبریم ما که نماینده ایم، اصلا با اینا مجبورت نمیکنه. خانواده لاریجانی را من که نمیگم، خود پایوران نظام جمهوری اسلامی که اطلاعات و اخبار خود نظام دستشونه، از زمان رفسنجانی تا الان اینا خودشون گفتن، میگن که اینها نوکر انگلیسن، اینها غلام سرسپرده انگلیسن. ایران داغون بشه، نابود بشه، میاد میگه کوروش اصلا وجود نداشته، انگلیسه بمونه، نوکر انگلیسن. علی خامنه‌ای نوکر روسه. حالا این بغلش تا به چسب، باز بهزاد نبوی، اونا که مال چین بودن، ماویست بودن و اینا، سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی، اونا که مال چین بودن، ماویست بودن، اونا بهزاد نبوی اینا، من میدونم اونا رو که اصلا انداختن کنار زندان و اونا کنار. حالا این سه تا قدرت داره تو ایران، سه تا با هم نبرد و مبارزه میکنن و من و تو قربانی میشیم. پس بچه ها این انتخابات پندخابات رو ول کنید، باز خرتون نکنن بد و بدتر و از این مزخرفات. اصلا باید نفی نظام رو برید و از همه مهمتر، من سپاسگزارتون هستم، شما دستاتون رو میبوسم بچه ها. من یکی چاکرتونم، سیاوش اوستا مخلص شماست، دمتون گرم. رئیسی رو جو جلوی فرم میستید، میگه خامنه‌ای رو میخوام محاکمه کنم، دمت گرم بچه دانشجوی عزیزم، میبوسمت. جلو آخونده میگه، آخونده باید اما من از سر شما دیم بزنیم تو کلشون، باید بزنیم تو کلشون، اونا شما رو میکشن، شما بزنید. زدن ایران، نه بزن تو بگو، نه دو دقیقه، دو دقیقه، چهار سال رنگ همون بعد چهار سال، دو دقیقه، نه بزن بگو، بعد اول جوانان میگوید، میگه من نمیدانم در این جوانان ایران میگه مردن کجا هستن، ما که بودیم ایطور نرو، چرا این عمامه به سرها، چرا اینا زیر تیغ کشیده های صورت دارن اینطور بلای سر مملکت میآورن. جوانان ما باید این عمامه ها را از سرشان بردارن. مردم معذب هستن که این جوانان غیور ایران
معذب هستن که نگذارن اینو آخوندها که جمعاً ظواهر دارن و امامه در بین مردم راه میرون لازم نیست که اینا خیلی کتک بخورن لیکن امامش آوردن به مقدار اینا را کتک بزنید نه کامل کتک بزنید امامش آوردن به مقدار اینا را کتک بزنید نه کامل کتک بزنید امامش آوردن به مقدار اینا را کتک بزنید نه کامل کتک بزنید آقای فهمید در بین مردم استان این صاحب منصبان نظام جمهوری اسلامی و از تشکیلات روحانیت کسی دیدید بزنید تو گوشش بزنیدشون لجن از هر چی دمه بزنید اینا رو که این بوت‌ها اینا شکسته بشه و بعد شورش حملگانی ببینید صد بار من گفتم این عراقی ها یاد گرفتن چون ما به زبان عربی هم برنامه داریم میدونید من در رسانه‌های عربی مصاحبه زیاده دارم خودمونم مستقل به زبان عربی برنامه اجرا میکنیم و خرسندم که الان ببینم حرفهای خیرتگرانه تو عنصر آریایی ایرانی جهان عرب و کرد و همه رو گرفته خارج از مرزها ما داره کار میکنه شما ببینین اینا از همه جا گفتن ما باید راه بیفتیم بریم بغداد از همه جا راه بیفتیم بریم کربلا شما بچه ها الان که بلند شدید نشینید این سلحشوران لور پویا بختیاری ها این مادرشون میبوسمش پدرش شجاعت پدرش و پدر بزرگش آقای بختیاری خانم شیر میشه ناهید جان شما رهبر شدید در داخل ایران الان رهبری دست شماست در داخل ایران رهبری دست شماست از پا ننشینید این سلحشوران لر رو ببینید و بیاموزید که ایرانی همیشه سربلند است و همیشه پایدار است و همیشه بر دشمن غالب میشه ما را از اسکندر تا امروز زدن کشتن از اسکندر از چنگیز از اسلام تازیان همی طور ما را قتل عام کردن تا الان ولی سلحشور را نموندیم شما ببینید زمان 100 سال پیش جنگ جهانی اول ایران 12-13 میلیون جمعیت داره 10 میلیون 9 میلیون ها میگن 5 میلیون از ما را قتل عام میکنن میکشن این گفتم دیدید رضا شاه که میاد از یک سرزمین قحطی زده ستم زده نابود شده هیچ نمونده اون شکوه عظمت میسازه که بعد پسرشم بیاد دوبار میکنه سلحشوران در میدان پیروزی با ماست من آریایی زاده ای کاسی تبارم من آریایی زاده ای کاسی تبارم ایلامیم در خاک ایران ریشه دارم فرزند کارون و دز و زایند رودم با زاگرس در هم تنیده تار و پودم من زرد کوه و اشتران کوه و کلارم الوند و منگشت و دنای استوارم من یک عشایر زاده برنو بدوشم از سیمره تا چرخ در جوش و خروشم جان و جهان من لرست است ایران بی لر عقاب بی پر و بال است ایران شهنامه بی رستم زال است ایران لور آفتاب بی غروب و بی زوال است در غیرت و مردانگی شاهد مثال است در رگ رگ من خون ایرانی به جوش است چوغای ایل من چغال زنبیل شوش است من در رگ و پی خون خان زن دارم خون علی مردان بیران ون دارم من میر نوروزم منم دارا به افسر از نسل بابا طاهرم
هم خون قیصر من با پناهی درد دنیا را کشیدم، من با پناهی درد دنیا را کشیدم، من شعر پژمانم پر از بیم و امیدم، من ایرجم با هنجری زخمی تر از تار، هم ناله با نای سقایی میزنم جار، آمیزه ای از بغض و فریاد و سکوتم، او بهمنم خونیاگر قوم بلوتم، آمیزه ای از اشک و لبخند و جنونم، من از تبار لاله های واژگونم، قومی نجیب و عاشق و محبوب دارم، من هم تباری مثل زرین کوب دارم، من بختیاری زاده زرین کلاهم، فرزند سردار اسعد مشروطه خواهم، من شیرعلی مردان و لهراس شهیدم، فرزند بی بی مریم گردا فریدم، شهنام خانی آری و برزن تبارم، از نسل سرداران فتح قندهارم، من گل محمد هم قطار خانطلایم، از فاتحان جنگ صحرای علایم، هم سنگر بی بی قدم خیر دلیرم، من وارث اسطوره های بی نظیرم، من شیر دلوارم، شهید لرتبارم، من وارث اسطوره های بیشمارم، من آتشم، من روشنم، از نسل خورشید لرزاده ای، از وارثان تخت جمشید، آتش فشانی از غرور و افتخارم، من لرتبارم، 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 آتش فشانی از غرور و افتخارم. مرسی استاد. به 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 به، مرسی مرسی. تشکر.